سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستین روزنامه حکومتی پنجشنبه 18 مهر مهمترین تیترهای خودشون رو به حرفای ولی فقیه ارتجا که سر حرام بودن بمب اتمی تو دیدارش با به اصطلاح نخبگان رژیمی گفته اختصاص دادن و کنار اینم حرفای آخوند روحانی رو در مورد جنگ و دعوای باندی تو صحبهای قدرت تو جریان نمایش آینده انتخابات مجلس آخوندی رو برجسته کردن در زم تو مطالب دیگه روزنامه میشه بحران های دیگه رژیم هم دید توی روزنامه های حکومتی در مورد پیامدهای های حمله ترکیه به سوریه یه جور دوگانگی و تناقض تو مواضع دوتا باند دیده میشه روزنامه کیهان نوشته خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و همزمان با آن عملیات ارتش ترکیه در شرق فرات بوی توافق میدهد کما اینکه حمایت سفارت آمریکا از اقتشاشات در مراکز استانهای شیعی عراق و همزمانی حمله جنگنده های ارتش ترکیه به غرب عراق با آن هم بوی توافق میدهد و جمع این خبرها بیانگر آن است که ما به یک توطعه جدید در ابعادی منطقه‌ای و فرامنطقی علیه امنیت منطقه مواجه بوده و باید در انتظار رخدادهایی باشیم. روزنامه آرمان ملی از اون یکی با. همزمانی این عملیات با آغاز فعالیت کمیته تدوین قانون اساسی در سوریه که با ابتکار عمل ایران، روسیه و خود ترکیه تشکیل شده بود، رویداد مبارکی نیست. چرا که زمانی فعالیت این کمیته موثر و کارگشا خواهد بود که آرامش بر فضای سوریه حاکم باشد. یورونیوز به نقل از مقامات سوریه اعلام کرده است که با این اقدام از سوی ترکیه مذاکرات آستانه را باید تمام شده دانست. در ادامه نوشته باید انتقاد کرد که چرا دولت سوریه طی این مدت از اتخاذ مواضع قاطع عاجز بوده و منفعلانه عمل کرده است در همین مسئله حمله ترکیه نیز دولت سوریه به دلیل مشکلاتی که اکنون با کردها دارد موضعگیری محکمی نداشته است ایران و ترکیه بارها روبروی هم نشستند و در این خصوص مذاکره کردند زمان زیادی وجود داشت که بتوان به راهکاری مشترک میان ترکیه و سوریه دست یافت اما این فرصت از دست رفت روزنامه آفتابی است با کنار رفتن آمریکا از سوریه شاهد افزایش استکاک در مسیر همکاری ترکیه ایران و روسیه در سوریه خواهیم بود چرا که این سکنشگر در عین همکاری با یکدیگر در تحلیل نهایی دارای نقاط اختلاف فراوانی نیز در جغرافیای سوریه هستند روزنامه مردم سالاری اقدام احتمالی ترکیه همچنین تبعات بدی را برای منطقه خواهد داشت و قطعا باعث تشدید بحران ها خواهد شد در طرف دیگر قضیه آنکارا با ایران و روسیه مواجه است تهران و مسکو آشکارا و تلویحی به نوعی نسبت به تحرکات ترکیه در شمال شرق سوریه چشم پوشی کردند روزنامه جهان صنعت هم نوشته نظام در سوریه حامی دو موضوع است اول حفظ دولت مرکزی و دوم تمامیت ارزی سوریه اکنون که ترکیه وارد خاک سوریه می شود نقض اهداف اصلی نظام در این کشور رقم می اما مجبور شدن رژیم برای راه دادن زنان برای مسابقات فوتبال باعث شده که بحران درونی باندهای حاکم تشدید بشه از روزنامه کیهان براتون می مدعیان اصلاحات برای فرار از پاسخگویی موضوعاتی مانند صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه را به عنوان مطالبه اصلی جامعه جا زده و علاوه بر کارنامه سازی به دنبال دو بیسازی و بحر های سیاسی و انتخاباتی هستند آنچه قابل تحمل است بحر های سیاسی مدعیان اصلاحات و همراهی جریان ضد انقلاب و اپوزیسیون با آنان در این مسئله و به طور کلی در موضوعات و مسائل مربوط به حوزه زنان است. آفتابه است. رنگ بنفش برای سندلی ها و فنزکشی جایگاه زیر ساخت ها همین بود ابتکار. جایگاه زنان در محدوده پشت دروازه ها به عنوان بدترین جای ورزشگاه از نظر دید به زمین بازی در نظر گرفته شده است. مجموع این اتفاقها در حالی افتاده است که فیفا در بیانیه خود در مورد ورود زنان به ورزشگاه به سراحت اشاره کرده است که فروش بلیت به بانوان نباید به طور سهمیه محدود و یا گزینشی که باید مبتنی بر میزان تقاضا باشد توی روزنامه های همسو با باند روحانی برخراف ادعاهای اقتصادی روحانی و مدیر بانک مرکزی رژیم مبنی بر بهتر شدن شرط مطالب متنوعی دیده میشه روزنامه آرمان ملی از قول محمد قلی یوسفی البته آنچه آقای همتی و دوستانشان درباره رشد تولیدات صنعتی عنوان میکنند با چاشنی خوشبینی همراه است زیرا تا زمانی که اقتصاد کشور یک روند عادی به خود نگیرد هیچگاه شاهد این نخواهیم بود که مسیر توسعه تغییر کند و در مدار رشد قرار بگیرد بازم همین روزنامه آرمان ملی نوشته بر اساس پیش بینی سازمان ملل از چشمانداز اقتصادی جهان که در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز به روز شده است در این سال تنها هفت کشور جهان دارای رشد اقتصادی منفی خواهند بود که ایران نیز یکی از آنهاست همچنین بانک جهانی نیز برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2019 معادل منفی 4.5 درصد خواهد بود با این وصف نمیتوان فعلا روند رشد مثبت را برای ایران فرض گرفت تمامی این آمارهای رسمی نشان میدهد که تا پایان سال جاری رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود. روزنامه ابتکار از سال گذشته تا کنون وضعیت صنایع خرد و متوسط به دلیل نبود نقدینگی و مواد اولیه جهت تولید ناخوشتر از سالهای قبل تر شده است تا جایی که بسیاری از بنگاه های تولیدی مجبور به تعطیلی شدند عدم همکاری بانک های گمرک سازمان مالیاتی و دهها مورد دیگر راه را برای سکاندار صنعت هم سخت کرده است و روزنامه جهان صنعت که نوشته کاهش قدرت خرید مردم از یک سو به کاهش فروش کالاهای ساخت داخل دامن زده و از سوی دیگر تقاضا برای خرید کالای خارجی و یا مسافرت های خارج از کشور و همچنین تامین ارز برای کالای قاچاق را نیز تقلیل داده است خب دوستان عزیز این بود نگاه امروزمون به روزنامه رژیم برنامه رو ادامه میدیم